سلام بچه ها، با یک ویدیو دیگه از اساطیر یونان باستان در خدمتتون هستیم. به این قسمت در مورد نبرد تایتان ها و به قدرت رسیدن زئوس صحبت میکنیم. نبرد تایتان ها یکی از مهمترین رویدادهای اسطوره‌ای در اساطیر یونان باستانه. بیشتر گفتیم زئوس برای نجات خواهران و برادرانش مجنونی به خورد کرونوس داد که باعث شد کرونوس فرزندانش رو بالا بیاره. پس از این سه خواهر و دو برادر زئوس که خودشون رو مدیون زئوس می‌دونستن با هم متحد شدن و علیه پدرشون قیام کردن. در یک سمت کرونوس بود و تایتان هایی که به اون وفادار بودن و نمیخواستن خدای جوانتر بر اونها حکومت کنه. در سمت دیگه شش فرزند کرونوس یعنی زئوس، پوزایدن، هادس، هستیا، دمت و هرا. البته خدایانی همچون گایا و متیس نیز در سمت زئوس ایستادن. هر دو طرف بسیار قدرتمند بودن که باعث شد این جنگ بدون نتیجه 10 سال طول بکشه. پس از 10 سال به پیشنهاد گایا زئوس تصمیم گرفت با سیکلوپ ها و هکاتونکایر ها معامله کنه. در ازای آزادی اونها زئوس از سیکلوپ ها و هکاتونکایر ها خواست در جنگ اون و همرزمانش رو همراهی کنن. سیکلوپ ها قدرت های فوق‌العاده‌ای داشتن. آنها به پاس قدردانی از زئوس هدایای ارزشمند به اون و برادرانش میدن. یک کلاه خود، یک نیزه سه شاخه و آذرخش. نیزه سه شاخه میتونست باعث لرزش زمین بشه به پوزایدن و کلاه خود نامری کننده که صاحب کلاه با اون میتونست خودش و اشیا رو نامری کنه و همچنین میتونست در هر کجای دنیا حضور پیدا کنه به حادث تقدیم شدن. در نهایت آذرخش به زئوس رسید که از اون به عنوان سلاح استفاده کرد. بعدترها نماد قدرت و فرمانروایی زئوس شد. زئوس و همرزبانش که شامل خدایان، سیکلوپ ها، هکاتونکایر ها و موجودات افسانه‌ای مانند کراتوس بودند، به کرونوس و حامیانش حمله کردند. این موجودات افسانه‌ای توسط خود زئوس با توانایی حمله و مبارزه با تایتان ها خلق شدند. کراتوس، گرگ آتشین، یک موجود محبوب و غول‌پیکر در اساطیر یونان بود که به نفع خدایان جنگید. این موجود با شدت آتشی رو از بینی و دهانش بیرون میداد و به زئوس کمک کرد تایتان ها رو شکست بده. بدین ترتیب زئوس و دیگر خدایان پس از 10 سال جنگ به پیروزی رسیدن. زئوس بعد از پیروزی پدرش کرونوس و تایتان ها رو در دنیای زیرین زندانی کرد. البته نه همین تایتان ها. و هکاتون کایر های 100 دست رو هم برای زندانبانیشون به دنیای زیرین فرستاد و بعضی از تایتان ها رو هم تنبیه کرد. از جمله اطلس از نسل دوم تایتان ها که در سمت کرونوس ایستاده بود. برای تنبیه اطلس زئوس آسمان ها رو بر دوشش گذاشت و اطلس تا ابد بار آسمان ها رو به دوش کشید تا روی زمین نیفتند. هرچند از اطلس به عنوان نمادی از قدرت و استواری یاد میشه که جهان رو روی شانه هایش حمل میکنه. در سمت دیگر تایتان هایی بودن که طرف زئوس ایستادن و زئوس پس از پیروزی اونها رو ارج نهاد. مانند استیکس که شجاعانه مبارزه کرد و پس از آن همه خدایان باید به نام اون سوگند میخوردن. اگر خدایی سوگندش رو میشکست و به عهدش وفا نمیکرد، استیکس میتوانست اون رو مجازات کنه. جنگ چندین ساله تایتان ها با پیروزی زئوس و خدایان و شکست و زندانی شدن کرونوس و گروهی از تایتان ها به پایان رسید و فصل جدیدی از فرمان روایی نسل دوم خدایان بر جهان آغاز شد. ممنون که تا آخر این پارت همراهمون بودین. امیدواریم لذت برده باشید. اگر از ویدیو خوشتون اومده یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید، برای دوستانتون هم بفرستید. ممنون میشیم کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو فعال کنید تا در جریان آخرین پست هامون باشید.